روز سه‌شنبه در جریان درگیری بین فلسطینیان و سربازان اسرائیل در هبرون در منطقه کرانه باختری، یک جوان 22 ساله فلسطینی به ضرب گلوله یک سرباز اسرائیل کشته شد. یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفت در پی تشدید تنشات چند هفته اخیر، تدابیر امنیتی شدیدتری در کرانه باختری و بیت المقدس و همچنین در تل آویو در نظر گرفته شده است. روز دوشنبه نیز در دو درگیری جداگانه، یکی در کرانه باختری و دیگری در تل آویو، دو اسرائیلی به ضرب چاقو و یک فلسطینی به ضرب گلوله از پای در آمدند. یکی از کشته شدگان به ضرب چاقوی فلسطینی زنی 25 ساله بود. روز سه‌شنبه در عین حال فلسطینیان دهمین سالگرد درگذشت یاسر عرفات، رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین و اولین رئیس دولت خودگردان فلسطینی را برگزار کردند. تشدید تنش‌ها در مناطق اشغالی فلسطین که به دنبال بستن یک روزه محوطه حرم الشریف در بیت المقدس شرقی به روی فلسطینیان آباد تازه یافت، نگرانی از آغاز دور تازه‌ای از قیام فلسطینیان را افزایش داده است.